تو و امثال تو را مقطوع میکردن. صدا تو تصویر من را به خاطر بسپار، ما نیز تصویر چهره تو را به خاطر داریم. مردم، من و همرزمانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. ما درود همیهنان، در یکی دیگر از برنامه های زاگرس با شما هستیم. در حالی که خیلی از شهرهای ایران در کسکم در روز 2 الی 3 ساعت و بعضی هم تا 12 ساعت برق ندارن، بیابیست، همینطور قیمت ها در کف بازار از نان گرفته تا سایر مایحت هاش گرانتر می شود. جمهوری اسلامی در تدارک انتقام سخت از اسرائیل است. حالا کی بعدش رو عملی بکنه خدا عالمه، اما اون چه مسلمه بار اصلیش بر روی دوش مردمه. خب فشارش رو هم که 46 سال مردم تحمل میکنه. امروز ما شهرام سبزواری عزیز دوست، درود بر شما قربان. درود همه جان، درود به همیهنان عزیز و گرامی کشورمون. ولت گفتین دیگه، همه موارد رو گفتین. فکر کنم نون بربری الان رو 7000 تومن 8000 تومن میچرخه داخل تهران، برخی از نقاط تهران. خبری از انتقام نشد؟ چرا؟ انتقام که یه بلوفی بود. آخرین صحبت‌های خامنه‌ای هم این بود که ما اگه عقب نشینی تاکتیکی بکنیم این خودش یه هنر جنگه. این نشون دهنده اینه که ترسیدم. ببین برنامه قبلی هم صحبت کردیم، یه جاییشو عرض کردیم خدمت همیهنان، وقتی که اینا وعده صادق رو اجرا کردن، حالا سوای اون که این کارو کردن اون کارو کردن خودشون پیروزی شکست و پیروزی جلوه دادن، اومدن گفتن که ما ال کردیم بل کردیم. اسرائیل یه پاسخ بهشون داد، رفت S-300ی که نزدیک پایگاه اتمی اصفهان بود زد. وقتی این پاسخ رو داد دیدیم سراسیمه نیروها رو جابجا کردن و رفتن توی حاشیه کوههای زاگرس، حتی هوا نیروز کرمانشاه رو جابجا کردن و یه دستپاچگی خاصی بهشون دست داد. این نشون دهنده اینه که آماده یه رزم بزرگ نیستن و توی اون لابلای پستوهای اتاقهای عملیاتی ارتش خبر میرسه که فشنگ حتی برای 50 روز بیشتر ندارن. اگه بخوان جنگ کلاسیک مستقیم بخوان رو تن به تن وایسن، 50 روز بیشتر دوام نمیارن. ریسک بزرگیه، نه اقتصاد محکمی دارن. خب روسیه هم که تو باطلاق اوکراین داره عقب نشینی میکنه، تقریبا میشه گفت شکست خورده است و به نظر من خیلی باید دیوانه باشن که حتی بخوان وعده صادق 2 یا 3 حتی 1.5 رو بخوان اجرا بکن. چرا حسن عاملی نماینده خامنه‌ای در اردبیل همین امروز گفته اگر کوتاه بیایم اسرائیل بقیه مسئولان رو هم ترور میکنه. در موقعی که عملیات وعده صادق 25 فروردین ما انجام شد، گفتن که اگر این کار رو نکنیم در واقع توازن قوا به هم میریزه و اسرائیل دوباره دست به یک ترور دیگه میزنه. خب وعده صادق رو با اون همه هزینه انجام دادن، اصل غافلگیری رو رعایت نکردن. از 9 ساعت قبل از اینکه پهپادها برسه به آسمان اردن و اسرائیل در بوق کرنا کردن که قارقارک‌ها رو فرستادیم، اما خب در نهایت 3-4 ماه هنوز نگذشته اسماعیل هنیه رو در تهران ترور کردن. چرا نتونست اون عملیات موشکی و پهپادی بازدارندگی داشته باشه؟ چرا دوباره دارن تکرار میکنن همون شعارها رو؟ این حسن عاملی که گفتی آخون نیست احتمالا؟ ملا نیست؟ بله بله، عاملی آخونده نماینده خامنه‌ای. همون. آره نی حرفا رو میزنن پای حوزه. قدیم میگفتن میشینن پای بساط منقل و اینا این حرفا میزنن، الان هم آخونده میشینن پای نماز جمعه این حرفا میزنن، زیاد فرقی نمی کنه. آخه اطلاعات نظامی ندارن. ببین وقتی شما میخوایی حرکت نظامی بزنی در جایگاهی که باشه بین المللی باشه، باید توان ادامه‌ش رو داشته باشی. من یادم بزرگی مثل جناب عزت ستا در یکی از برنامه های ما گفتش که شما جنگ رو میتونی به راحتی شروع کنی یا پاسخ بدی، ولی آیا توان اینو داری که اون جنگ رو ادامه بدی؟ اگه خاطرت باشه خود بندم مقالاتی نوشتم راجع به چابکسازی ارتش که اومدن ارتش رو به اسم چابکسازی کوچیک کردن، لوجستیک رو از بین بردن فلان. الان باستابش رو در روسیه داریم میبینیم، یه ارتش بدون لوجستیک
سربازاش مثل پر ما مرغای پرکنده این ور اون ور دارن بالبال میزنن و بدون اینکه اصلا رصد بشن یکی یکی دارن شکار میشن توسط اوکراینی. الان وضعیت ارتش ایران هم اینه، به اضافه اینکه پیره، خودت میدونی یه کسی رو گرفته بودن قطعات F4 که سالهاست از خدمت باز نشسته شده از آمریکا میخواسته قاچاق کنه به ایران. یعنی ببین در این حده، حتی بلوفی که میزنن مثلا ما قطعات جنگنده میسازیم، F4 هم هنوز، F4 های خودمون هم هنوز نتونستن قطعاتش رو تامین کنن یا اینکه بیان جایگزینی داشته باشن. دلخوشیشون به 4 تا سوخ 35 که حالا راجع به اون صحبت میکنیم، برسیم به قراردادمون هم میگیم که روسیه چه کلکی زد، مثل کلک هایی که سر پروژه اتمی و بقیه مسائل زده میشه. تقریبا 4-5 ساعت بعد از اینکه اسماعیل هنیه در تهران ترور کردن، علی خامنه ای گفت ما خونخواهیم و اسرائیل رو مجازات سخت میکنیم. یه تقریبا 2 هفته از این قضیه گذشته، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. مهدی فضائلی عضو دفترش گفته خامنه ای به خاطر اتصال معنوی جدی به خدا در شرایط حساس آرامش داره. این جمله رو مقایسه بکنید با اون صحنه ای که داشت نماز میت میخوند برای اسماعیل هنیه. یک ویدیو داریم شهرام، این رو ببینیم، در مورد اینکه علی خامنه ای 3-4 سال پیش زمانی که از اسرائیل ضربه می‌خوردن شعار میداد که دوران بزندر رو تمام شده و چه می‌کنی، ولی الان صحبت از عقب نشینی تاکتیکی نظر راجع به این ویدیو ده. بنده در سخنرانی اون چند سال پیش گفتم آقا جان دوران بزندر رو گذشته، بزنید. بنده در سخنرانی اون چند سال پیش گفتم آقا جان دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید. این حرکت جنگ روانی دشمن در عرصه نظامی وقتی وارد میشه نتیجهش ترس عقب نشینی است که قرآن کریم این عقب نشینی رو در واقع موجب غضب الهی بیان کرده و تبیین کرده و من یولهم یوم اذن دوباره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه فقد باع بغضب من الله. اگر در مقابل دشمنی که مهاجم به شماست، انواع مهاجمه، حالا یه وقت مهاجمه با شمشیر رو توی میدان روبرو سینه به سینه است، یه وقت مهاجمه تبلیغاتی است، یه وقت مهاجمه اقتصادی است، یه وقت مهاجمه نظامی است با ابزارهای جدید، اگر چنانچه در مقابل این عقب نشینی غیر تاکتیکی کردید، گاهی اوقات عقب نشینی تاکتیکیه، عقب نشینی هم یه تاکتیکه گاهی اوقات مثل پیشروی، اون عیب نداره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه، تاکتیک اینه. اگر غیر از این موارد عقب نشینی کردید فقط با عقب غضب من الله. الان یه صحبت صبر استراتژیک بود، الان عقب نشینی تاکتیکی، منظورش چیه؟ ببین حامد جان، این صحبتایی که این داره میکنه اگه یادت باشه اون موقعی که میگو بزن در رو تمام شده، همین نصیرزاده، عزیز نصیرزاده که الان معرفی شده برای وزیر دفاع، فرمانده نیرو هوایی بود، رفتن دفتر این آقا برگشتن گفتن عمر قطعات تمام شده، نمیدونم قطعات ساعت داره، ساعت عمر دقیق داره، باید عوض بشه. یه سخنرانی هم کرد که اگر که راجع به عمر قطعات صحبت کنه کافر و جاسوس نمیدونم دشمن و اینجور حرفا زد، مثل همیشهش که میگه. خب اومدن چیکار کردن؟ رفتن صندلی یه جور میگ و خوروندن به F50 که اون سانحه رو توی رمپ پایگاه دسفول تو آشیانه F5 پایگاه دسفول اتفاق افتاد. صندلی ها خود به خود ایجکت کردن، همون هواپیمایی بود که شاهزاده رضا پهلوی باش پرواز رو یاد گرفته بود، سالمترین F5 که تو اون پایگاه هست و اسمش F5 سلطنتی. صندلی رو بهش خوروندن و اون صندلی ایجکت کرد و دو تا خلبانی که میخواستن زبده بودن، کلی هزینه های ملی براشون خرج شده تا خلبان شده بودن و
در آشیانه افبنج کشت. این آقا امروز که اومده راجع به صبر استراتژیک و عقب نشینی تاکتیکی حرف میزنه، خب میدونه وضعیت نیرو هوایی چجوریه، وضعیت اصلا یگانهای نظامی چجوریه، درک کرده الان وقتی که خودشون میان برای خل سلاح ارتش ناو در بندرگاه در اسکله ناو ارتش رو غرق میکنن و اون بلا رو سر ارتش میارن یا یگانهای ارتش رو نابود میکنن، الان با 4 تا موشک سپاه میخواد چیکار کن؟ پاسخ الان میزنه، ولی بعدش که اگه اونا اقدام کنن به حمله، اون وقت نمیتونن کشور دفاع کنه، توان دفاع نداره، بنیه اقتصادی نداره. اینا تو حقوق موندن، خود شما میدونین نفراتی که الان هستن، حتی یه خلبانش اگه بخوایم بگیریم دیگه نهایت با حق پروازش و بالا پایینش $400 نمیشه. بعد اون وقت سرباز طالبان که مرزبانی میکنه $500 داره حقوق میگیره، سرباز عراق داره بیشتر از این صحبت ها میگیره، افغانی ها و پاکستانی هایی که دارن میارن برای مراسم اربعین اونور مرز ایران و عراق دارن پول ریزی میکنن براشون، نفری $500 دارن بهشون میدن. این هزینه هایی که این رژیم داره میکنه جایی که بیاد مثلا به پرسنل نظامی و سر همین بازی هایی که تا حالا انجام داده کشور ما رو عقب مونده کرده. بیمارانمون یه جور، برق که نیست اون یکی یه جور، هر جاش دست بزنی میترکه. خب مجبوره، این الان میترسه، از بیشترین ترس این آدم اینه که مردم بیان کف خیابون و حالا بهترین راهی که پیدا کرده فرار رو به جلو و بگه که عقب نشینی هم تاکتیکه، تبدیل شکست به پیروزی، کاری که همیشه کرده. خب در تقویم جمهوری اسلامی هفته جانباز رو داریم، یکی از اقشاری که بسیار ناراضی است از وضعیت جسمی، روحی، سفره خالی، جیب خالی، ناامیدی از آینده، همین جانبازان هست. کسانی هستند که همچنان بعضی از اونها درد و رنج آثار جنگ رو در ریه هاشون به خاطر انتشار مواد شیمیایی، مواد مسموم و یا کمبود انواع اقسام داروهایی رو که در بازار هست اما با قیمت‌های نجومی کسان کفاف نمیده و بخره، میبایست تحمل بکنه. وقتی هم که جایی تجمع میکنند در مقابل یکی از این نهادهای حکومتی برای چندرغاز دریافت حقوق، یا پلیس یا نیروی انتظامی یا بسیجی ها تو سر صورت اینها میزنن و یا میرن در خونش با بدترین وضعیت جلوی زن بچهش با کتک رو سوار ماشین میکنن که چرا انتقاد کردید به علی خامنه‌ای به خاطر این وضع. شهرام، در دوباره تقویم جمهوری اسلامی روز خبرنگار بود در ارتش، خب برای اینکه یه مقدار فضای عمومی رو تعلیل کنن به نفع فرماندهان فعلی چند خبرنگار رو دعوت کردن، اما حرفهای غیرعادی زده عبدالرحیم موسوی که برای رژیمی که آماده یک جنگ با دشمن خونین خودشه یعنی اسرائیل عجیب به نظر میرسه. سعی میکنم در کوتاه‌ترین زمان این صحبتاش رو نقل به مضمون کنم. تذکر داده در مورد درد و لو رفتن اطلاعات و اسرار نظامی محرمانه و گفته این خبرنگار مطالبی که شما درج میکنید در رسانه هاتون، دشمن حاضر هزینه های زیادی رو براش بده. پرسش اینجاست، چجور ممکنه یک خبرنگاری حالا در هر سطحی یا در هر رسانه‌ای اینقدر به اسرار نظامی حکومت مطلع باشه بدون هیچ طبقه بندی، بدون هیچ رعایت اصول گفتاری و در اختیار بیگانه قرار بده؟ بلوف میزنه موسوی به نظر شما یا واقعا اون درون خبراییه؟ ببین حامد جان، خبرنگار که خبر نظامی یا خبر سری رو که خودش نمیتونه کش کنه که، مگه اینکه یا خودش عضوی از اون یگان باشه یا رفت آمد به اون یگان داشته باشه یا اینکه مسئولین یا فرماندهان اون دسته‌ها بیان صحبت کنن. من خاطرم از تو خاطرات جنگو که مطالعه میکردم، برخی از بمب‌هایی که عراق میریخت، حدود مثلا 80% بمب‌های یه بازه زمانی عراق میریخت روی کشور ما، منفجر نمیشد. توی جلسه عملیات یعنی اتاق سری، اتاق فرماندهی، موقعی که هاشمی رفسنجانی بوده فرمانده وقت نیرو هوایی اون زمان، برمیگرده میگه که این بمبایی که منفجر نمیشه عناصری هستن در نیرو هوایی عراق با ما همکاری میکنن و این بمبا رو ناقص باره
هواپیما میکنن و این بمب ها باعث میشه که بیاد و منفجر نشه داخل کشور. خب همین حرف رو جمعش که میشه هاشمی رفسنجانی میره شروع میکنه توی چیز گفتن توی نماز جمعه و خبرنگاران بهش میپردازن که مثلا افرادی هستن در نیرو ارتش عراق با ما همکاری میکنن و باعث میشن بمبا در سر مردم ریخته میشه نمیدونم منفجر نشه اینا. صدام حسین هم میاد یه اعدام دست جمعی میکنه بعد از اون دیگه هیچ بمبی نبود که منفجر نشه. اینجا رو دارید، یعنی احمقی این افراد در زمان جنگ هم باعث شد که جون خیلی از مردم گرفته بشه به خاطر اینکه بحران جنگ رو میخواستن. امروز هم مسئولین میان خیلی راحت از یه سری اسرار نظامی، مسئولین که همینایی که میشناسی دیگه بی سوادن، اینا که دانشکده افسری نرفتن به اون صورت مگه بخشش در ارتش یا چیزی نمون، مثلا صفوی دانشکده رفته یا اون یکی سلامی دانشکده رفته، اطلاعاتش در حد نظامی. بعدم برای این که بیان بگم ما خیلی گنده ایم خیلی فلانیم، اگه شما دیده باشی اسرار نظامی دیگه وجود نداره، سلاح سری دیگه وجود نداره، یا مثلا فلان توانی عملیاتی وجود نداره. من باور کن خیلی تعجب میکنم، اینا میان اعلام میکنن ما فلان ساعت، مجری تلویزیون میاد اعلام میکنه ما امشب میخوایم مثلا موشک بزنیم سمت اسرائیل در یک تلویزیون. وقتی میاد تو تلویزیون اعلام میشه که ما میخوایم موشک بزنیم، این دیگه بحثش به نظر من عملیات نیست، هماهنگی با کشور طرف مقابل که ما میخوایم به شما موشک بزنیم. درز اطلاعات هم دیگه بیشتر از این دیگه هنیه که دیگه جا و مکانش و حتی طبقه‌ای که زندگی میکرده اونجا استراحت میکرده لو رفته بود، موشکی که شلیک شده بود موشک میانبرد کوتاه برد بود از خانواده الماس یا اسپایک اسرائیلی که اومده بود رفته بود در پنجره داخل پتو رو زده بود کنار، اسماعیل هنینیه توی اونم گفته آره، منم گفته بود باشم بس بریم اونور میخوام ببرم تو رو پیش کتلت اعظم قاسم سلیمانی. این بوده داستانی که اینا درز اطلاعات میگن. واقعا باز همه چی، همه چی بازه. وقتی من و شما، خود شما خلبان بودی، وقتی من و شما میشینیم پایش اطلاعات میکنیم به راحتی میدونیم که حرکت بعدی ارتش ایران یا مثلا سپاه چیه، خب بقیه هم بهتر از ما میتونن با امکانات بیشتر این کار رو بکنن. در اونطور که متوجه شدم و خب طبیعی هم هستش، ارتش خیلی دیگه به قول شما ابزاری در کف نداره که بخواد سری باشه که متوجه نشن کجاست. بخش عمده این پایگاه ها یا تجهیزاتی هم که در اختیار این هاست خرید دوران پادشاه فقیده که خب از آمریکا خریداری شده، غالبا یا خودشون بهتر از هر کسی خبر دارن که کجا مستقر شده و یا اینکه میدونن که در چه کیفیتی هستن. همونجوری که اشاره کردی، یک ایرانی آمریکایی به نام جفری چانس نادر، یک فردی میانسالی بود، هفته گذشته در گمرک آمریکا مشخص میشه که حدود 32 قطعه برای جنگنده F4 پانتوم خریداری کرده و از طریق چند شرکت پوششی قصد فرستادنش به ایران رو داشته که خب بازداشت شده. جالب اینجاست که 2 روز بعد از بازداشتش خبرش رو وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه رسانه‌ای کرده. این بی سابقه است، قبلا میذاشت مدت‌ها میگذشت و بعد رسانه‌ای میکرد. حالا یک پرسش هستش، آیا فکر میکنی لو رفتن اطلاعات درون نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ارتباطی با وضعیت معیشتی پرسنل یا خالی بودن جیبشون و نارضایتی اونها میتونه داشته باشه یا نه؟ به نظر من رخنه‌ای که موساد کرده، سوال خیلی سخته شما پرسیدی، من نمیخوام جواب بدم که مثل سخنرانی رفسنجانی بشه و اتفاقات خاصی بیفته، ولی یه بودی هست. یک نظامی زمان، شما خودت هم میدونی، زمانی که قسم میخوره و قراره از مرزهای کشور دفاع کنه، قراره از حیثیت یک ملتی دفاع کنه، بعد میبینه حاکمین خائنن، اشغالگرن، دست به هر کاری میزنه ملتش رو نجات بده. حالا دیگه من نمیتونم قشنگ دقیقا اینو باز بکنم این سوالو بگم در کد، ولی خب بیشترین نشت اطلاعات ما تو سپاه پاسداران داریم. سوالم دقیقا سوال دوم مربوط به همینه. خب به حال همه میدونم وضعیت پرسنل به خصوص در رده های عالی به بالا، یعنی منظورم سرگرد، سرهنگ 2، سرهنگ 1 و درجات سرهنگی اونها، بله اینها
وضعیت مالیشون، وام هایی که میگیرن، امتیازاتی که دارن، خانه های سازمانی، شرایط خدمتیشون اصلا قابل مقایسه با ارتشی ها نیستش. نه چه میشه که بیشترین اطلاعات و محرمانه ترین و سری ترین اونها از جمله محموله ها، شبکه های مالی، فروش نفت، نفتکش ها از درون سپاه و سپاه قدس لو میره، و در صورتی که اینها در گزینش هاشون هم خب به مراتب سختگیرانه تر عمل میکنن در مورد دست کم برس عقیدتی و سیاسیشون. ببین اونجا بر اساس ملیگرایی استخدام نمیشن. کسی که ملیگراست کمتر تمیده به جاسوسی. بحث ایدئولوژیک و بحث پول و مزدوریه. زمانی که شما مزدور بشی خیلی راحت روح یک حسادت ساده میتونی کشورتو بفروشی، میتونی اطلاعاتتو بفروشی، میتونی اطلاعات نظامی رو بفروشی، دنبال زندگی بهتر باشی، پول باشی یا فلان باشی. این بحث به سپایا بیشتر میخوره. ولی اون قسمتی که شما میبینی مثلا میرن یه ناوی رو میزنن در اسکله، اون بحث برمیگرده به اینکه همون سپاهی ها که میترسن از ارتش میان یه خرابکاری اون شکلی میکنن و ارتش رو میخوان خل سلا کنن روز مقابل خودشون نیسته. ولی اصلا زندگی سپاهی ها، یه ستواندو سپاه که وارد خدمت میشه در جا بهش اون وام تره حکمت رو میدند و حتی خونه بهش پیشنهاد میکنن، میره خونه میگیره. حتی اگه یگانی که معرفی میشه خونه سازمانی نداشته باشه، اون یگان میره براش خونه اجاره میکنه، این با خانوادهش میره اونجا. اصلا قابل مقایسه نیست با ارتش. این تفاوت ها هست. ولی میبینیم بیشترین اسمش حالا بذاریم جاسوسی، بیشترین جاسوسی نظامی هم از داخل سپاه میاد که باز به نفع مردم دیگه. هرچی این رژیم عقب گرد بکنه توی مسائل نظامیش، درست حالا یه بحثی هست که میگه در مقابل یه سری کشورها ما باید تجهیز باشیم، مثل آذربایجان و اون کشورهای حاشیه خلیج فارس که چشم دارن به سرزمین خاکی، که حالا راجع به اونم صحبت میکنیم. ولی باز تا زمانی که این رژیم مقابل این ملت ایستاده و داره کشور رو غارت میکنه، میرن جزیره میخرن توی بند آسیای شرقی و حتی جزایری که میخرن از روی گوگل ارث پاکش میکنن، باید گفتش که این جاسوسی به نفع ملت ایرانه. چیز دیگه بیشتر نمیتونه میگم. سوال خیلی سخته و نمیخوام باعث دستگیری بشه. مستقیمی داره به این خاطر که هر کسی، حالا اصلا ممکن نیست در رده یک خبرنگار مثلا بدونه که شبکه های مالی جمهوری اسلامی زمانی که محموله های نفتی رو که سپاه می فروشن از طریق هنگ کنگ، امارات، مالزی، سنگاپور یا بعضی کشورهای حتی همونایی که میدن اطلاعات بیرون که خودشون تو کاره، حالا سهمشون کم و زیاد میشه، میان یکی یکی اینجوری حذف میکنن. الان هم یه پروژه حذف داره خود جمهوری اسلامی، هر کیو میخوان حذفش بکنن کمک میگیره، از عصای موسی و عصای موسی میزنن تو سرش. خودشون هم الان دارن حلقه های خودی رو هی میتراشن، کوچکتر میکنن. حالا چی تو سرشون میگذره نمیدونم، اون خودشون بهتر میدونه. یعنی بعضا برخی از این اطلاعاتی که لو میره، ببین وقتی فخری زاده رو که کشتن، حالا سقط شد، شمخانی اومد گفت ما میدونستیم این اتفاق قراره بیفته. وقتی که یک دست تازه ایشون دبیر شورای امنیت ملیه، وقتی یه همچین رده ای میدونه که میخواد یه شخصیتی، حالا تاثیرگذار یا غیر تاثیرگذار، میخواد ترور بشه، ما پروتکل های خاصی داریم برای محافظت ازش. هیچ کدوم این پروتکل ها رو رعایت نکردم و علنا گذاشتن. فکر کنم فقط نرفتن اون سر مسلسل رو میزون کنن که فخریزاده رو بزنن، چون اونم خودکار بوده. اگه خودکار نبود این کارو میکردن. وقتی پروتکل ها رعایت نمیشه یعنی چی؟ یعنی خودشون دست دارن، مثل همین قضایایی که میبینیم خودشون تو این کشتار دست دارن و بعدشون نمیاد اتفاقا این اطلاعات درس کنه. حالا چرا اونو دیگه بهتره تو فضای عمومی گفته نشه. کاغذ به عنوان یه سناریو قابل طرحه، اینکه صرفا حالا اگر موساد یا هر سرویس اطلاعاتی دیگری در داخل ایران اقدام یعنی جمهوری اسلامی انجام بده، خب این یک بخشه. ولی اون روی سکه هیچ بعید نیست که با هدف مذاکره یا منافع خود نظام بده بسون حفره هایی رو ایجاد بکنه. بده بس. این حفره نیست، این تونله، این تونل مانجه. اصلا اینقدر این دیگه حفره نیست. وقتی مسلسل یک تونی رو میبرن روی یک نیسان یا یک
شبه نیسان اونجا کار میذارن، توی جاده که عبور مرور داره پلیس راهنمایی رد میشه، فلان میشه، اینا سر ظهری که مثلا تردد زیاده قرار میگیره و تو روز روشن این حرکت، حالا اگه مثلا نصف شب بود، 3 صبح، نمیدونم 2 صبح بود که مردم خوابند، جاده ها ترددش کمتره، آدم میگه خب طبیعی تر راحت تر تونستن اختفا بکنن، دید نداشته فلان. ولی وقتی تو روز روشن یه همچین اقدامی صورت میگیره، قطعا یه دستای پشت پرده هست که ساعت حرکت دقیق اون نفر رو مشخص کرده، جا و مکانش رو مشخص کرده، یه حمایت های شده تا بتونن این کار رو انجام بده. اگر این قبیل اتفاقات رو فهرست بندی بکنیم ببینید چقدر طولانی میشه. محموله هایی که خیلی فهرستش زیاد میشه، حالا میونه کلمت ببخشید، خیلی فهرستش زیاد میشه. شما فقط اینو در نظر بگیرید که یه خانومی وارد شد به واسطه نادر طالبزاده به نام کادری چکدم، اگه یادت باشه، ایشون با 230 تا مقام جمهوری اسلامی تونسته بود نزدیکی کنه و کاراشو پیش ببره. اطلاعات زی قیمتی که اون خانم تونسته به دست بیاره هیچکی نمیدونه ابعادش چقدره. وقتی این تونسته به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک بشه و ایشون رو تقلیه اطلاعاتی کنه، حتی یک صفحه، یه ستون داشته باشه تو سایت خود خامنه‌ای مطلب بنویسه، دیگه من و شما میدونیم دسترسی امنیتی این نفر چقدر میتونسته باشه بین سپاه قدس و فلان. از حول بودن مقامات جمهوری اسلامی فیلماشون که میاد بیرون رو دیدیم، میتونیم مثالی که بزنیم اون خانومی بود که از اتحادیه اروپا رفته و تو مجلس شورای اسلامی همه این نماینده ها سر دست میشکستن که یتونن یه سلفی با این خانومه بگیرن. خانوم کاترین اشتون بود. بله. سلفی بگیرن. خب وقتی مقامات دون پا فرومایه بگیم بهشون بهتره، مقامات یک کشور انقدر پست و فرومایه میشن، شما انتظار داری چه اتفاقی بیفته؟ اطلاعات همینجوری طبق طبق میره، حالا از هر وسیله، هر کدوم اینا رو ببینی تو یک دسترسی خاص دارن. تازه انگلزاده هاشون بدتر، میبینی همه بچه هاشون خارج از کشور یا اقامت دارن یا دنبال اقامت هن. مگه دختر لاریجانی نبود جاسوس MI6 بود، نمیدونم به پسر میر سلیم جاسوس مجاهدین بود، یا یکی از این سردارا بود، خان اسم اینجوری داشت، پسرش مثلا رابطه بین اراذل اوباش و نیروی انتظامی بود. خب اینا وقتی انگلزاده هاشون، یا پسر سفیر ایران در ونزوئلا همین که الان بهش میگن ساشا صبحانی که مسئله سازم شده، پسر قالیباف که دنبال اقامت بود، پسر ابتکار، خب وقتی تو این جریان ها وقت میبینی انگلزاده هاشون اینجوری پخشن، دسترسی اطلاعاتی هم دارن، خب همین میشه. یکیشون مثل روحانی میشه که پسرشو به خاطر جاسوسی میکشه، یا محسن رضایی پسرشو به خاطر اینکه پشت کرد به آرمانهای انقلابشون میکشه. خود این پدرها پسرشون رو کشتن دیگه، یا پدر محمد حسین تاجیک که رفت تو خونش با حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات و محمد حسین تاجیک رو داخل خونه خودش کشتن و جنازهش حتی بسته بندی کردن، خونه خارج کردن. اینا اتفاقایی که افتاده و وقتی اینقدر واضح دیگه من و شما دنبال جاسوس همه جوری بگردیم خنده داره. خب همین افراد هستن، فرزنداشون بل 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 بوده دیگه. اینم چیز ایدئولوژیک میگم، اینم حکومت ایدئولوژیک و نمیدونم امام حسینیشون چی میگن، یه امام زمانی میگن چی میگن، یه چیزی میگن خودش. یه 4-5 دقیقه آگهی ببینیم برمیگردیم. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا، به عنوان صد وکیل برتر منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل، و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود، دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740.
برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس های جیل ویز دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های جیل ویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. اکنون جیل ویز بزرگترین پلتفرم آگهی برای فارسی زبانان جهان است. وقتی شما به جیلویز آگهی می دهید، همه ی بینندگان جیلویز با هر سن و سلیقه‌ای و دقیقاً در محل مورد نظر شما آگهی شما را می بینند. در جیلویز آگهی شما در کانال‌های زندگی تلویزیونی، آغاز، پایان و میانه فیلم‌ها و سریال‌های پربیننده، حین تماشای مسابقات فوتبال و حتی هنگام تماشای برنامه‌های آشپزی پخش می‌شود. آگهی خود را به جیل ویز بسپارید و شاهد رشد بیزنس خود باشید. شماره تماس 201-647-429-3999. پرونده مهاجرت خود به کانادا را به ریسک نگذارید. تیموتی مورسون و کلادیوس موستاگاس، دیپلمات و کارگزاران سابق بخش ویزا و مهاجرت دولت کانادا با بیش از 30 سال تجربه دولتی در امور ویزا و مهاجرت به کانادا، فرصتی بی‌نظیر برای شما فراهم آوردند. Hi, I'm Timothy Mourson and I'm a former Canadian visa officer. And I am Claudius Moustakas, I'm a former Canadian visa officer. ما می‌دانیم که اداره مهاجرت کانادا چگونه فکر می‌کند و به چه چیزهایی نگاه می‌کند. برای مشاوره همین امروز با ما تماس بگیرید. 201-416-849-1092. از انواع تبلیغات همیشه تبلیغات تلویزیونی پربازده ترین و البته گرون ترین بوده، هنوز هم پربازده ترین هست، اما با راهکاری که ما بهتون میدیم دیگه گرون ترین نیست. هالووین امسال با آژانس امیری، تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناری ساحل، صبحانه، نهار و شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی و تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 29 اکتبر. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com. با خسته نباشید مجدد خدمت شما بیننده برنامه زاگرس هستید. من قبل از اینکه بخش دوم شروع کنم تشکر کنم از اونهایی که ما رو پشتیبانی میکنن و خیلی هم علاقه ندارن به اینکه جلوی دوربین حتی اسمشون رو بگیم، ولی خب در صورت لوجستیک اونهاست که ما کنار شما هستیم. ازشون هم خواستیم که برای اینکه بتونیم برنامه‌هایی رو بهتر تولید بکنیم و دست کم گزارش‌ها و ویدیوهایی رو آماده بکنیم به ما پشتیبانی برسونن. شرم ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی ظرف همین 1-2 روز منتشر شد در مورد خرابکاری عمدی یک سری از این عوامل حکومت روی ریل قطار، در حالی که هنوز اطلاع هم نداده بودن به قطار، به لوکوموتیو که داره وارد ریل میشه، سوزن‌ها رو دستکاری می‌کردن. این ویدیو رو ببینیم، برگردیم راجبش توضیح بدیم. اینا خیلی بد سابقه تر از این حرفان که بشه بهشون اعتماد کرد. وای وای، ثانیه سازی عمدی برای قطار ترانزیتی افغانستان. پرسنل راهن شرق دارن زبانه سوزن ایسکای میوتیک رو باز میکنن که قطار نتونه از ایسکا خارج شه.
خودم من گفتم دستور دادم زبون رو باز کنن. من دستور ندادم، دستور مدیر شما حراستی دستور دادی زبونه خط رو باز بکنن. این لوکوموتیو که لوکوموتیو از تاس خارج بشه شما باید بگی سنگ بزن. آقا هر روز شما تمام پیشای خط رو باز کردن که قطار سانحه بده. تمام این پیشا رو باز کردن، تیغه سوزن رو باز کردن که قطار سانحه بده. تو از کجا اومدی؟ مامور آقا به من گفتن آقا برو کجا. مامور کی؟ مامور خط. مامور کدوم ایسکا؟ همین ایسکا. تمام ایسکا این سنگا رو همین تو مامور کجایی؟ تو مامور کجایی؟ من مامور آنم خط. تو تهمه تل خط کارتش آقای دکتر کارتش نسید رو برده بر خودش. آجان شما میدونی وقتی داری این خط رو باز میکنی این لوکوموتیو لوکوموتیو داره میاد شما داری خط باز میکنی. پیش رو بر سر جاش، پیش رو بر سر جاش. بیا با چهار آشوان، بیا ببن پیشا رو. آقا پیشا رو ببن، نگاه کن تو آردیس بازی منو مدرمه. پیشا رو ببن. آقا برای چی خط رو باز کردی که الان داری میبندی؟ خب برای نگاه تمام اینا رو باز کردن که قطار سانحه بده. بیام راهن شب. آقا پرسنل کجای شما؟ کجا بلند بگو چی گفتی اینا رو باز کنیم؟ بالا دستور داده. بالا کیه؟ بالا کیه؟ بالا راهن شرقی که دستور داده. بالاش اسمش رو نمیدونم. این همون سوزنیه که پرسنل راهن باز کرده بودن در حال عبور دیزل. آقا شما بازرسید، بازرسید دارید میگید امنیت خط. دارم فیلم میگیرم. میگید امنیت قطار. سوزن باز میکنید که قطار سانحه بده؟ شما مردین یا یه مش نامرد پست؟ چرا پرسنل حراست و بازرسی بودن داشتن خرابکاری میکردن که قطار سانحه بده؟ بخش اول اشاره کرد یه سری از این عوامل حکومت از عمد در خود سیستم دارن خرابکاری میکنن. ببین حامد جان اینو اشتباه نگیریم با این خرابکاری های شرافتمندانه که هست. کسی که خرابکاری شرافتمندانه میکنه ضرر به حکومت میزنه نه ملت. و اینا رژیم جمهوری اسلامی بارها و بارها ثابت کرده وقتی که زیر فشار افکار عمومی هست میاد یه خبر فرعی ایجاد میکنه در سطح ملی افکار عمومی رو میکشه اون سمت. یه دلغک‌های مجازیش این کارو میکنن که همین دو سه روز گذشته هم دیدیم یکی از این دلغک‌های مجازی به نام آیسان اسلامی فلان یه بازی در آورده بود که باز فکرها رو همه رو منتقل کنه به فمینیست و زنکشی و اینجور صحبت‌ها. وقتی میبینن جواب نمیده میان اینجوری کار میکنن. ما هواپیمای اوکراینی رو داشتیم یادته، اینا زیر فشار بودن هواپیما رو خودشون زدن که بندازن گردن آمریکا. الان هم اومده بودن یک فاجعه بزرگ ملی را بندازن مثل قطار نیشابور اگه خاطرت باشه که منفجر شد و خیلی ها سوختن توش و فلان. اومدن یه فاجعه بزرگ ملی را بندازن بگن قطار ریل قطار خارج شد و قطار فلان شد، بخش عمده ای از افکار عمومی رو درگیر این فاجعه ملی بکنن. هیچ بعید نیست تو کاروان اربعین هم الان بمبی منفجر بشه و یه دسته نابود بشن و بعد بگن اسرائیلیا کردن، برای اینکه افکار عمومی رو با خودشون همراه کنن، فریب بدن. این بازی ها رو رژیم کرده بارها بارها. الگوش شوروی سابق بوده و مثل همونا داره عمل میکنه و این کارا رو کرده، مثل هواپیما، مثل نمیدونم غرق شدن خیلی کشتی ها، داستانایی که تا حالا بوده. این هم مثل همون توطئه هایی که از حالا دم این هموطنمون گرم که از اونجا رد می شده بی تفاوت نگاه نکرده و رفته تقریبا میشه گفت یه پروژه اطلاعاتی رو سوزون با توجه به فشارهایی که میارن. رژیم بارها این کارا رو کرده و اینم دور از انتظار نبود، قطعا کار خود رژیم بود برای اینکه یه بحرانی درست کنه، یه حادثه ای در گنجایش ملی باشه، تش هم میان یه شهید درجه دو سه میدن به اینا، خانواده ها رو ساکت میکنن، ولی مردم افکار عمومی یه مدتی درگیر این میشه که مثلا عده کثیری از هموطنان ما عزادار شدن و عزیزانشون رو از دست دادن. یعنی میخوام اینجوری بهت بگم جون ایرانی ها برای این حکومت جمهوری اسلامی اصلا ارزشی نداره. وقتی میگیم اینا اشغالگرن این نمونه بارزش، حتما یک اشغالگر که نباید سلاح بگیره بیاد تو رو مستقیم بکشه، غیر مستقیم هم میکشه دیگه. هرچند اینا سلاح هم گرفتن هموطنان رو کشتن، مثال زدیم هواپیمای اوکراینی، موشکایی که زدن تو خونه های مردم، انفجاری که هفته گذشته با همزمان با رزمایش سپاه پاسداران در اسلام آباد غرب اتفاق افتاد
و عده‌ای از هموطنان ما کشته شدن، اصلا هیچ بحثی راجبش نیست. موشک‌های سپاه، انحراف موشک‌های سپاه رفت تو اسلام آباد غرب و باعث شد که 11 نفر فکر کنم از هموطنان ما یا 9 نفر از هموطنان ما کشته بشن. خب اینا اصلا ارزشی برای جون ایرانی ها قائل نیستن، ثروت ملی رو دارن غارت میکنن، جونشون و مالشون هم اینجوری میگیرن. واقعا هم هیچ خبری نشد، یعنی یک هفته است از اون اتفاق گذشته، انفجار 4-5 منزل مسکونی، اونم اول اعلام کردن که سیلندر گاز و لوله گاز ترکیده، بعد اداره گاز اومد در کرمانشاه تکذیب کرد و بعدش هم سکوت. نه همه آبگرم کنایی که شلیک میکنن اون آبگرم کنان منعرف شده و به اسم بحران سازی و ایجاد کانونهای خبری جدید یکی از اصول نهادهای اطلاعاتی کشورهای مارکسیستی و کمونیستی است که جمهوری اسلامی به بهترین نحو ممکن ازش الگو برداری داشته، اون رو به چاشنی اسلامی و انتحاری هم آلوده کرده و اولین قربانیان انتقامجویی هم همواره مردم هستند. حتی دودش در چشم خود هواداران هم میره. در مراسم قاسم سلیمانی این اتفاق افتاده، 60 نفر حدود 60 نفر کشته شده یا بیشتر، نمیدونم دقیقاً آمار دقیقش نده، خودشون رو تطهیر بکنن. چند نفر حالا اونا دوست داشتن به کتلت بپیوندن، حالا رفتن دیگه. اون بمب گذاری که مثلا تو کرمان شد گفتن داعش کرده فلان کرده، من یادم میاد یه قاسم سلیمانی یه نشان ذوالفقار گرفت، نشان بالای درجه یک نظامی رو گرفت به خاطر اینکه داعش رو ریشه‌کن کرده بود. نمیدونم چرا هر وقت جمهوری اسلامی نیاز پیدا میکنه به داعش، داعش از تو آستینش میاد بیرون و میره جایی که جمهوری اسلامی میخواد بمب میذاره و میترکونه و برنامه اجرا میکنه. خب قطعا این کار خود جمهوری اسلامی به اسم داعش و ماهش و اینا تموم میکنه، قطعا کار خودشونه و میان میندازن گردن اینو. دارم یک پرسش دارم در رابطه با تاثیر راجب مسائل درونی و شخصی مثل ملیگرایی، علاقه به ایران در ریزش نیروهای مسلح، نقش نارضایتی، اینها اشاره کردید. راجب آموزش سوال دارم. تیمسار حسین لشکری از خلبانان نیروی هوایی که از ابتدای جنگ به اسارت عراق برمیاد، 18 سال او در عراق زندانی بوده، یعنی حتی بعد از اینکه اسره ایرانی هم آزاد میشن او همچنان بوده و دلیل اصلیش هم این بوده که اطلاعات رو لو نداده. به هر فرد مذهبی بوده، به خمینی هم علاقه نشان داده در اون ابتدا بعد از انقلاب، اما دوران آموزشی خودش رو بر اساس اصولی که در ارتش شاهنشاهی آموخته پیاده کرده و خب به هر حال چوب ملی گرایی خودش رو تا آخرین روز خورد و بعدم که آزاد شد کتاب خاطراتش رو نوشت. مواردی رو اشاره که کرده برخی از نیروهای ایرانی با اطلاعات عراق همکاری کرده، اما در مجموع میگه یکی از افتخارات ما در مقابل عراق این بود که راحت اطلاعات رو لو نمیدیم. پرسش من راجع به همینه، چه میشه که نیرویی که در دوران شاه آموزش میبینه حتی بعد از تغییر رژیم میتونه عملیاتی به بزرگی H3 رو بدون اینکه لو بره انجام بده، ولی مثلا کار رو میدن دست محسن رضایی، اطلاعات یک عملیاتی از 48 ساعت قبل لو رفته، اون عملیات رو پیاده میکنه بدون اینکه دوره آموزشی داده. چه تفاوتی میکنه بین آموزشی که ارتش داشت و سپاه الان به افراد خودش داره؟ خب ما چون وقت کمه، من اون قسمت اول رو یه فیدبک بزنم راجب ملیگرایی ارتشی ها که فرمودید. ببین اگه یادت باشه واقعه ماهشهر، حیدری اومد، عباسی تئوریسین همین سپاهی ها اومد گفتش، اگه سال 96 بود دیگه، گفت اگه ایران رو آب ببره ارتش رو خواب میبره، چون ارتش دخالت نکرده بود تو سرکوب و بعد کلن رفته بودن تو پادگاناشون و اصلا وارد این قضایا نشده بود. عباسی هم پرسش در اومده بود و بر اساس ماموریتی که داشت اومده بود اون یاوه ها رو گفته بود. حیدری اومد توی تلویزیون گفتش که ما نمان بودیم و اینجوری بوده و اونجوری بوده. من اون موقع آلر 43 فعالیت میکردم، خودت میدونی توی کانال خاصی بود و از پرسنل ارتش خواستم پول نویسی کنن، شعار نویسی کنن، پرسنل ریزشی ارتش، پرسنلی که اعتقادی به این جمهوری اسلامی نداشتن و میتونم به جرئت بگم حدود 4000 تا عکس برای من اومد از شعار نویسی و اینکه ما با ملت هستیم و پشتوانه ملت هستیم و پشت ایران و ایستادیم
فرماندهان بیغیرت ما، فرماندهان خودفروخته ما، راجع به حیدری و افسالهم گفتن. خب این برمیگرده رو اون حس ملیگری. به نظر من امروز هم ارتشیهایی که ریزشی هستن یه همچین کاری باید انجام بدن، دوباره باید برن شعارنویسی‌ها رو شروع کنن، بنرها رو بزنن، کاراشون رو انجام بدن، به خاطر این که نشون بدن که مردم امیدشون دوباره راه بیفته و میتونن این بار این کار رو کردن یک بار و الان هم میتونن دوباره این کار رو انجام بدن و نشون بدن که پشت مردم هن. حالا درست محدودیت هایی دارن، درست ارتش فقط یک بار میتونه بیاد بیرون و برگشتی نداره اگه قرار باشه حرکتی بکنه، ولی حرکت هایی که با توجه به آموزش های نظامی که دیدن خیلی راحت از پسش برمیان، مثل شعارنویسی ها، مثل پولنویسی ها، مثل برنامه‌نویسی ها، الان باید این کار رو دوباره تکرار کنن. اون موقع سال 96-97 این کار رو کردن، الان هم دوباره وقتشه که بیان به مردم امید بدن تا راه نجات کشور انجام بشه. اگه نشه کشوری نخواهیم داشت، ایرانی دیگه نخواهیم داشت. اینجا رو داشته باش. اون آقای لشکری که گفتی، ببین ما فرماندهی که ملی‌گرا بود کم نداشتیم توی ارتش. اصلا یه سناریو هست قتل فرماندهان، مثل صیاد شیرازی، مثل درست مذهبی بودن، درست زوب در ولایت بودن، ولی به دست خود همین حکومت کشته شدن، انداختن گردن مجاهدین. فلاحی رو مثلا اون هواپیما رو زدن آبشناسان و فلان. آقای ستاری، تیمسار ستاری، یه تیمساری بود که یکی از نزدیکترین تیمسارا به خود خامنه ای بود. وقتی دید محبوبیت این آدم انقدر زیاده، خود خامنه ای دست به کشتنش زد و هواپیماشون سقوط کرد، همراه معاون عملیاتش و فکوری و اونا همه کشته شدن. ستاری به همراه معاون عملیاتش و خیلی از این کسایی که باهاش بودن کشته شدن در اون هواپیمایی که اتفاق افتاد و سقوط کرد. پس اینا اینجا رو داشته باش، بحث ملی‌گرایی که میاری وسط. سخت ترینشون کسایی بودن که از نیرو هوایی اسیر میشدن و آموزش دیده بودن برای اینکه حرف نزنن یا خیانت نکنن، و خیانت رو بیشرفی میدونستن. اطلاعات دادن، هنوزم که هنوز شما راجع به عراقی ها صحبت میکنی خون ارتشی ها به جوش میاد، نمیتونن قبول کنن کسایی که اون فجایع رو در کشور ما ایجاد کردن، چون دیده بودن چه کار کردن با خوزستان ما، چه کار کردن با شهرهای مرزی ما، نمیتونن کنار بیان با این مسئله و قطعا کنار نمیان. نگاه نکنید شما به این بچه آخوند و اطرافیانش، موسوی رو میگم بچه آخوند، تو که میدونی اصطلاحاتی که من استفاده میکنم چیه، این بچه آخوند و این فرماندهان زوب در ولایتی که معرفی کرده میرا میفتن اربعین و فلان و اینا، اون آقای ایرانی که اصلا سنیه میره موکه امام حسینی درست میکنه برای جان نثار رهبر بودن، نگاه به اینا نکن. اینا واقعا میشه گفت چی بگم اینا رو، اصطلاحی که بشه تو تلویزیون گفت نمیشه گفت، خودتون بذارید اینجا رو عرض کنم. نگاه به اینا نکن. بحث ملی‌گرایی ما خیلی ها رو داشتیم در دوران جنگ، نه خودشونو فروختن نه کشورشونو فروختن و برای اون مرز و بوم رشادت ها کردن. بعدم که اومدن بعد از جنگ کشته شد، مثل اسکندری. محمود اسکندری یک اسطوره‌ای بود تو کل دنیا، بی نظیر بود، بی همتا بود. جمهوری اسلامی باش چیکار کرد؟ آرم جاسوسی به ایش زد و بردش تا سرحد اعدام. شانس آورد اعدام نشد. آقای فریدون مازندرانی، اینا رو همه رو بهشون آرم جاسوسی زدن. کسایی که اسم میبرم اینا از باید اسماشون تو کتاب‌های بین‌المللی ثبت رکورد‌های پرواز جنگی هست دا. اینا که اسم می‌برن، جناب یدالله شریفی را، اسطوره‌ای که جزو تیم تاج طلایی بود و اصلا با آکروبات سه تا هواپیمای با آکروبات بازی، با حرکات نمایشی F5 سه تا هواپیمای عراقی رو ساقط کرده ایشون. تو تاریخ ارتش‌های دنیا بی سابقه است یه کسی بی سلاح بتونه سه تا هواپیما رو ساقط کنه. چی شد؟ به خاطر یه دیداری که داشت ایشون نماینده ایران در کشور پاکستان بود، بعد که برگشته بود یه دیداری داشت مثل که با یکی از این آرژانتینیا، با توجه به اینکه اطلاع هم داده بود که مثلا این شخص اومده ایران میخواد با من دیدار
بهش برچسب جاسوسی زدن و از کار گذاشتنش کنار. این کاریه که جمهوری اسلامی با این قهرمانان جنگ ما کرده. خب دیگه شما خودت ببین دیگه، اینها اینجوری آموزش دیدن، اطلاعات ندادن، ملیگرا هستن، دغدغه کشور رو دارن. اگه یک سانت اون کشور بره، مثل این 2000 هکتاری که الان مونده پشت دیوار مرزی شرق کشور، هیچ کس هم راجبش صحبت نمیکنه جز بچه‌ای که دغدغه ملیگرایی دارن، اشکشون در میاد. جناب ابوطالبی یکی از فرماندهان نیرو هوایی در همین پس از شورش یا انقلاب 57، وقتی بحث خلیج چیز میشه، دریای مازندران میشه که سهم ایران به اون شکل افتاده، این مرد با اون درجه تیمساریش و فلان اینا مثل ابر بهار گریه میکنه و طاقت نداره بشنوه. اینا کسایی هستن که درسته حالا رژیم عوض شد، یه اتفاقاتی تو کشور افتاد فلان، ولی ارجح براشون ایران و ملت ایران بوده. کسی اینقدر ایران براش مهمه و ایران رو مثل خدا میدونه و ایران پرست هست، قطعا درصد خیانتش به اونم به یک کشوری مثل عراق کمتر میشه و نمیره با اونا همکاری نمیکنه. اینا رو باید مد نظر. حسین لشکری هم یک نمونه از اونا بود، بعدم که اومد یک سال دو سال بیشتر دوام نیاورد. به طرز مشکوکی ایشون به وحشی که وارد کشور شد جانش رو از دست داد. نه آقای قمری بود داشتیم ما، سرهنگ قمری بود که از بازماندگان گردن دش، کسایی که وایستادن تا آخرین لحظه و نذاشتن اون 35 لشکر به راحتی وارد خرمشهر بشه و فلان و اینا، 17 لشکر زرهی وارد خرمشهر بشه، بارها بارها اعلام کرد که سپاه پاسداران داره میدوزه عملیات های ارتشو و داره دروغ میگه به مردم و فلان. تو یکی این جلسات رفته بود اینو اعلام کرده بود، بعد از جلسه یه اتفاقی براش افتاد، 3 روز بعد 4 روز بعدش سکته قلبی کرد و گفتن سکته کرده و فوت کرد. ببین این اتفاقاتیه که برای بچهای ارتش افتاده به خاطر ملیگرا بودنش، به خاطر ملیگرا بودنش. اینا رو داریم الان هم ترس حکومت تمامی اجازه تمامی ترس حکومت برای اینکه ارتش رو داره خل سلا میکنه، این حرکات رو میکنه، ارتش رو موقع سرکوب ها با ساز و برگ تو خیابون نمیاره، به خاطر همین قضیه ملیگرایی بودنه. شما یک ارتشی رو نمیتونی ببینی که وایسه ببینه اون مثلا زینبیونی که اومده تو خیابون بخواد یه تعرضی به ایرانی بکنه. این اتفاقات داره میفته. ما دیدیم دیگه 3 نفر از ارتشیان تو زلزله کرمانشاه سکته کردن، دخ کردن، مردن. 20-25 سال منابع کشور رو صرف فعالیت اتمی کردن، در نهایت برق نیست. پولهایی رو که بی حساب و کتاب از سفره مردم زدند به جیب حسن نصرالله و عرازل اوباش حشد چربی حماس دادن و خب در نهایت هم این، ولی یک نظامی داخل یک پادگان برای 5 میلیون وامی که بده شهریه دانشگاه بچهش باید جلوی هر کس و ناکسی گردن کش کنه، از جمله آخوند پادگان که جلوی کاهنان معبدی که 2000 سواد ندارن، حتی سواد نظامی ندارن، اصلا خودشون کراهت از سرکولشون میباره، زبون خودشون بگه کسافت از سرکولشون میباره، بعد اینا مدعی نمیدونم فلان هم هست. فکر میکنم برنامه امروز وقتش به پایان رسید. از این که سپاسگزارم همون جا تشکر میکنم از اینکه با ما بودی. ممنون بانت. تا برنامه بعد. بدرود. تو امثال تو را مقطوع میکردن صدا، تو تصویر مرا به خاطر بسپار، ما نیز تصویر چهره تو را به خاطر داریم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. ما زندگی